سلام، حالتون چطوره؟ امروز میخوام براتون یه شله زرد خوشمزه، خوش رنگ، 3 روز بمونه توی یخچال آب نندازه بزنم. با ما همراه باشید. خب بریم برای شروع کارمون. من اول یه چیز بگم، این ما اندازه پیمانه هم انقدیه. حالا شما هر لیوانی که دارید از همون به عنوان پیمانه استفاده کنید و تمام شکر و برنجی که دارید با همون پیمانه اندازه بدید. پس پیمانه ما این اندازه ایه و با همین پیمانه پیش میریم. بزن بریم برای تهیه یه شله زرد خوشمزه. اگر میخواید شله زردتون خوش رنگ و شفاف بشه، یه دو سه تا نکته خیلی ریز داره. اینا رو اگر رعایت بکنید شله زردتون هم خوش رنگ میشه، هم موقعی که 2-3 روز میمونه توی یخچال آب نمیندازه بعد اینکه قاشق میزنید داخلش. یه 2-3 تا نکته ریز داره. اینا رو رعایت بکنی از یه قابلمه تا یه دیگ بزرگ شما میتونید شله زرد خوشمزه و خوش رنگ بسازید. نکته اول اینکه من برنج دیشب خوب شستم، 24 ساعت گذاشتم برنجم تو 8 تا پیمونه آب کاملا خیس خورده، یعنی 1 پیمانه برنج با 8 پیمانه پیمانه‌مونم اینه، با 8 پیمانه آب. حالا چرا 8 پیمانه؟ شما میتونید 6 پیمانه هم اضافه کنید، ولی بعضی برنجا آبگیریش بیشتره. واسه اینکه ما وسط کار دوباره بهش آب اضافه نکنیم، من ماکسیموم آب رو گرفتم براش که دیگه وسط کار وقتی که شما شکر رو اضافه میکنید دیگه بهش آب اضافه نکنید. پس این نکته خیلی مهمه که شما وسط کار به شله زردتون آب اضافه نکنید. پس من ماکسیموم آب رو گرفتم. بزن بریم برای تهیه. دوستان عزیز، برنج با آبی که دیشب من گذاشتم داخلش خیس خورده میذارم رو حرارت متوسط تا به جوش بیاد و نصف آبش تقریبا تبخیر بشه. در حالی که برنجمون داره جوش میخوره، من اینجا هل دم کردم، به اندازه 2 تا دونه هل میریزم، هل دم کردم و میریزم داخل برنجم و دونه هاشو نمیریزم داخل برنجم. چرا؟ برای اینکه این دونه های هل باعث میشه که برنجمون و شله زردمون کدر بشه رنگش. پس از ریختن دانه هل داخل شله زرد خودداری کنید. این کفا هم وقتی که میاد روی برنجتون، آب برنجتون، سعی کنید بگیرید این کفا رو. اینم باعث کدری شله زردتون میشه. یه چیزی که من در مورد هل به شما بگم، اگر خواستید هل رو دم نکنید، هل رو شما میتونید پوستش رو نکنید، داخل تنظیف بپیچید و بندازید داخل آب برنجتون و آخر سر که برنجتون صفر شد اون تنظیف رو در بیارید. اینم یه راه حلیه که شما میتونید برای هل انجام بدید. تو این 1 ساعتی که برنجمون داره با آب به جوش میاد باید حواسمون باشه و این برنجمون رو دائما هم بزنیم که تر نگیره. این آب و برنج رو باید تا حدی هم بزنید که کاملا این آب روی برنجمون بره. ببینید الان روی برنجمون آب داره. سعی میکنم از قاشق چوبی استفاده کنم. قاشق چوبی خیلی بهتر از قاشق فلزیه و این توی کیفیت کارتون مطمئن باشید حتما تأثیر داره. وقتی که آب برنجتون در حال تبخیر شدن بود، اینو باید کاملا این برنجتون رو دائما هم بزنید و شعلش رو سعی کنید یه ذره بیارید پایین تر که برنجتون ته نگیره و اینو کاملا انقدر هم بزنید که حالت پودینگ بشه. نگاه کنید به قاشقتون باید بچسبه و اطراف قابلمه وقتی اینو هم میزنید ببینید این چسبید.
اگر آب داشته باشه نمیچسبه. پس انقدر باید اینو هم بزنید تا آبشو از دست بده. هرچی آب بیشتر از دست بده شله زردتون خوشمزه تر میشه، چون که ما میخوایم شکر رو اضافه کنیم، خود شکر آب میندازه. پس باید شله زردتون کاملا آبشو از دست بده. خب اینجا میبینید که آب برنج ما کاملا گرفته شده. هلوش نیم ساعت من اینو همش زدم و آب برنج کاملا گرفته شده، حالت پودینگ شده. ببینید به این صورت. تو این قسمت شما میتونید شکر رو بهش اضافه کنید. اگر زودتر اضافه کنید شله زردتون آبکی میشه، چون شکر باعث میشه که شله زردتون آب بندازه و دیگه اون آبو هیچ کاریش نمیتونید بکنید. پس حد المقدور خواهشن بذارید کاملا برنجتون آبو از دست بده، بعد شکر رو اضافه بکنید. دو پیمانه شکر داریم که اینو ما به برنجمون اضافه میکنیم. الان شما میبینید که وقتی من شکر رو به این اضافه میکنم و هم میزنم، مایمون شلتر میشه و خودش خود به خود الان برنجمون شلتر شد. میبینی؟ اینقدر هم میزنیم تا شکر داخل برنجمون حل بشه و بره به خورد برنجمون. الان نوبت تقریبا 50 گرم خلال بادوم دارم. تو بادوم خریدنم خیلی دقت کنید، بعضی بادوم ها هستن قدیمی هن، بوی شله زردتون رو خراب میکنن. من خودم چون که اینجا بادوم خلال شده پیدا نکردم، بادوم برداشتم با این دستگاه خلال کن توی رستوران خلالش کردم و آوردم منزل برای شله زرد. پس اینو الان من اضافه میکنم به شله زردم. پس برای در خرید بادوم بسیار دقت کنید. بادوم بدبو باعث میشه که شله زردتون خراب بشه. یه نکته من در مورد بادوم بهتون بگم. بعضیا برمیدارن با بادوم رو خیس میکنن با آب یا با گلاب. البته اون برای بادومایی که توی بازاریه. چون که بادوم من تازه بود و خودم خلال کرده بودم، دیگه به خیسش نکردم و همینجوری صاف ریختم توی موادم و آب و هیچ خیسی اون بادومم نداره که باز آب اضافه بخواد داخل شله زردم. حداقل از آب بعد شکر خودداری کنید. مرسی. زعفرونتون باید حتما غلیظ باشه. اصلا توی لیوان به چه بزرگی و اینا اصلا زعفرون رو دم نکنید و اضافه نکنید. این باعث میشه که باز شله زردتون آب بندازه. پس زعفرون رو دم کرده خیلی غلظت بالا، من یواش یواش به شله زردم اضافه میکنم. تا ببینیم رنگش چجوری میشه. اگر باز زعفرون احتیاج داشت من اضافه میکنم. کره 30 گرم اضافه میکنیم به شله زردمون. بعد زعفرون من در آخر گلاب اضافه میکنم به زعفرونم، که چون که بو و عطر گلاب از بین نره. چون که اگر از اول اضافه کنی بو و عطرش از بین میره. اینم باز یه نکته، شله زرد خوش رنگی. به 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 رنگ شدیم واقعا لامبورگینی زرداش. یک چهارم همون پیمانه‌ای که باش پیمانه میکردیم گلاب داریم و در انتها اضافه میکنیم به شله زرد. گلاب زیاد اضافه نکنید. بعضی یک لیوان گلاب اضافه میکنن. این باعث میشه که باز شله زردتون آب بندازه و خوب در نیاد و شله زردتون طعم و بوی گلاب بگیره فقط.
در قابلمتونو یه دمکنی میزنید، یک رو تا 20 دقیقه میذارید رو شعله بسیار بسیار پایین دم بکشه. شعله زرد ما آماده است، میخوایم اینو سروش کنیم، بریزیم تو کاسه. ببینید هیچ آبی روش ننداخته این شعله زرد ما. به به، عجب رنگی، عجب بویی و عجب غلظت خوبی. یه نکته اینجا هستش که شعله زرد داغ رو شما بذارید بیرون خنک بشه، بعد بذارید داخل یخچال. اینم از آب انداختن شعله زردتون جلوگیری میکنه، یعنی داغ داغ اینو هیچ موقع نذارید داخل یخچال. خب دوستان، اینم از نتیجه کار ما. ما توی قالب کیک هم گذاشتیم بهتون نشون بدیم و روشو با دارچین ادواری کردیم و خلال بادوم و بریم برای مزه کردن نهاییش. از این مدل قلبش من میزنم. واقعا همه چیزش اندازه است، شکر و برنج و آب ماب هم که اصلا روش ننداخته. حتما این رسیپی رو امتحان کنید. من توی دیگای بزرگ شعله زرد زدم، این یه قابلمه بود، خیلی هم خوب در اومد. یعنی این رسیپی رو شما چندین برابرش بکنید، به راحتی میتونید دیگای بزرگم بزنید. پس اگر این ویدیو رو دوست داشتید، لایک و سابسکرایب و زنگوله رو بزنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.